به نام یاد خدا با عرض سلام و خسته نباشید حضور تمام شما وطنداران گلم، خوبم، عزیزم، مهربانم. آرزوی خوبی و خوشی تان دارم. انشالله که در زندگی تان همیشه اتفاقات خوب رخ بده و همیشه خوشحال باشین. اگر دوست دارید در هر قسمت کره زمین که زندگی کنید خوش و آرام باشین. بازم سراچه فرا رسید، من فرهاد رامکیستم. شما طلوع را می لحظه می بینین و برنامه سراچه. جمعه شب است، فکر ساعت 7 بجه حضور شما آمدیم تا همراه شما باشیم. امشب مهمان را همراه خود داریم که از پول و پیسه و نگهداری پول و پیسه قصه خواد کردیم همراهشان. از فرسوده شدن پول هایی که در حال حاضر فرسوده شده، اما بانک نوت هایی که تازه به بازار آمده کجاست و سرنوشتش چی خواهد شد؟ آیا در جیب مردم یک روز قرار خواهد گرفت یا در اون بانک ها خواب خواهد بود تا آخره که یک روز تاریخش تاریخ پول نخواهد گذشت؟ نه دوستان، مطمئن نمیگذره. بله، امشب مهمان ما جناب آسیب الله نوری، سخنگوی افغانستان بانک هستند. بانک پول زیاد دارن اما خودشان نمیفهم مفلس است یا پولدار. جناب نوری صاحب بفرمایید. السلام علیکم. سلام. بخیر. سلامند است ان شاء الله. سلامت. صحتتون خوب است؟ روزگارتان بخیر میگذره؟ شکر، شما خوب هستین؟ تشکر. بخیر باشید. چی حال احوال داره؟ شکر، سلامت. خوب هستین؟ الحمدلله. شکر که خوب هستین. اگر سلام علیکی همراه هموطنای ما داشته باشین، کامرا در خدمت شما. تشکر رامکی صاحب، یک سلام مجدد به شما، به همکاران عزیز شما و به بینندگان عزیز طلوع. بخیر باشین، زنده باشین. خوش آمدین به سراچه و خوشحال هستیم که شما رو در برنامه داریم. شکر. از اینجا شروع میکنیم، از کدام ولایت افغانستان هستین و امی لحظه چند سال هستید؟ از دی میدان وردگ ولایت دی سید آباد ولسوالی دی شنیز په حسن خیل کلی که زیگیدل هم په 1302 کال کی چی تقریبا دیرش کلند که. بسیار عالی. تا امی لحظه که با هم صحبت میکنیم، چندین سال که از شما سپری شده، سال روز تولد تان جشن گرفتین؟ بله، متاسفانه که تا حال نگرفتیم، اما تصمیم دارین؟ تصمیم دارم. بله، تصمیم دارم که باید بگیرم. خب، بسیار خوب. در مجالس که سال روز تولد تجلیل کردن اشتراک داشتید؟ رفتین بعض تهای فوری تان بردین؟ فقط عکسای شدیده، اما خودم چی نکردم، اشتراک نکردم. از مکتب تان قصه کنید، در کجا مکتب خواندید و فیصدی نمرات تان در مکتب در کل چطور بوده؟ یک شاگرد لایق بودید و یک شاگرد که حداقل گزاره می شدم رایش؟ رامکی صاحب، یک چیزی بسیار خوب اشاره کردین که لایق بودید یا فقط وقت خودم می گذراندید. من تا صنف 8 فقط می خواستم پیش برم مکتب تمام شود. بعد از صنف 8 من فهمیدم که باید درس بخونم. یعنی بعد از صنف 8 تصمیم گرفتم که چیزی که به ما تدریس میشه باید بیاموزم و حداقل بفهمم که چی به ما تدریس میشه، چی میاموزیم، با کجا رایی هستیم و کجا میریم. تا صنف 8 تنبل بودم. بعد از صنف 8 متوسط تا صنف 10 و 11 و 12 را خوب خواندم که فیصدی نمرات ما در زمان فراغت بالاتر از 95% بود. بالاتر از 95%. چقدر خوب. کار عالی و خوب که همراه شما شده و شما به وقت تصمیم گرفتید که باید درس بخونید. بله. در کجا مکتب خواندید؟ مکتب در ولایت خود ما که تا صنف 9 به نام کویت الخیر یاد میشد و بعد از او به نام خالد بن ولید مسمی شدی مکتب، که هم ابتدایه هم متوسطه و هم لیسه را در اون مکتب خوندیم. خب، تازه به کابل آمدین، چی مدت میشه که کابل زندگی میکنید؟ تقریبا از صنف 12 که فارغ شدیم دیگه، و وارد پانتون شدیم، ما کابل آمدیم و تا حال در کابل زندگی میکنیم. خواه، از دوران پانتون قصه کنین، کجا و کدام رشته کامیاب شدید، کدام رشته را خواندید، پانتون دولتی خواندید یا شخصی که بیشتر بفهمید؟ ما در صنف 10 و 11 تصمیم گرفتم که در اون زمان یک رادیو ساخته شد در ولایت ما که من امو رادیو میشنیدم و علاقه داشتم که علاقه مند شدم در امو وقتی من باید خبرنگار شدم.
در می سنفا بودم، تصمیم گرفتم که باید ژورنالیسم بخونم، امتحان دادم. متاسفانه که سال اول ما در یک پانتون دیگه کامیاب شدم که خب. مورد علاقه من نبود. چرا انتخابش کردین؟ هیچ انتخاب هم نبود. من رفته بودم در یک پانزی داده بودم، داده بودند که هیچ من انتخاب نداشتم. باز یک سمستر او را خواندم، در همی کابل بود. نامش نمیگیرم که کسایی که حال در او پانتون هست که ناراض نشن. ناراض نشن، دلسرد نشن. دلسرد نشن. و بعد از یک سال دیگه باز امتحان دادم پانزی مورد علاقه ما که ژورنالیسم بود، در او کامیاب شدم. همی روزی که ما کامیاب شدم، ما در او وقتا در وطن بودیم، تا او وقت نامده بودیم کابل. یک نفر به ما زنگ زد، گفت کامیاب شدی به پانزی ژورنالیسم و بالاترین نمره را در او سال ما کسایی که به پانزی ژورنالیسم کامیاب شده بودن، بلندترین نمره را گرفته بودم. به خاطر اینکه این خبر زود به خانواده برسانم، در یک جای دورتر از خانه بودم. حالا هیچ نبیرسیدم خانه، هرچی میدویدم خانه نزدیک نمیشد که حالا برسم و این خبر را برسانم. بسیار خوش بودم در او روز و به این پانزی که کامیاب شدم مورد علاقه ایم بود. خب بسیار خوب. یک جوانی که از قریه میایه به کابل و پانتون یک فضای اکادمیک تجربه میکنه و پانتون کابل هم میبینه از نزدیک، پسر و دختر که درس خواندن میایند و صنفای بسیار مجلل و لوکس و فیشنی را میبینه، چی سو داشتن در او زمان؟ حال و احوال از او زمان قصه کنید، تمرای ما شریک کنید. روزای اول را مکی سب مکی کابل آمدم، هیچ دری را نمیفهمیدم. فقط تدریس شده بود به نام مضمون دری و استاد ما هم به سطح نبود که باید ما به ما بگویه که باید دری را یاد بگیریم و این زبان تدریس است در کابل. و در اینجا که آمدیم به زبان دری تدریس میشد، هیچ کتابای پشتو نبود. خیلی سخت بود. حتما دلتان تنگ تنگ میشد دیگه در معاینه درسان. خیلی خیلی سخت بود. صنف که فارغ میشدیم و میرفتیم طرف خانه و یا هم اتاق، امی درس که میخوندم هیچ نمیفهمیدم که ما چی میخونم. باز از یک کسی پرسان میکردم که این چی است، چی گفته. او که کمک تشریح میداد باز یاد میگرفتم. سمستر اول بسیار به سختی گذشت. اگرچه من در مضمون دری در همین سمستر اول 98 نمره گرفتم. بسیار بچه‌ای بودند که کامیاب نشدن حتی در مضمون دری. چی میگید؟ 98 نمره گرفتم. خیلی 98 نمره را گرفتید و دری هم صحبت کردن نمیتونستین؟ دری هم فقط امو چفتره مکمل در ذهنم بود. سوال که استاد میخوند، استاد میگفت که این سوال، او سوال در ذهنم میامد که جوابش چیست. حتی امو صفحه یادم میامد، امی حاشیه هم یادم است که در او چی نوشته است. او رقم یاد گرفته بودم. 98 نمره و 2 نمره هم به خاطر چی نمیفهم کم شده. شاید املایی غلطی، املا و انشا غلط شده باشه. یک شوخی کنیم. ما که یگان جای با جمع دوستای ما میگیم که من بسیار لایق هستم این کار فوق العاده اجرا کردم یا انجام دادم، میگه یک بار همین آیکیو مغزتان را چک کنید که نابغه نباشید. حالا شما چک کنید که نابغه نباشید؟ نه در اون سطح نیستم. اما مضمون دری خوب یادم است. شاید در پشتو بسیار کم برده باشم. دیروز هم به خاطر آمادگی ماستری ما ترانسکریپت نمرات خود دیدم، در مضمون پشتو نسبت به دری کم برده بودم، نمرات ما کم بود. خب چقدر خوب. و از پانتون از روزه اول قصه کنین، رفتار و رویه همسینفی هایتان، رفیقایتان، کسایی که در صنف یک جا بودین، دختر خانمایی که همراه شما یک جا درس میخوان، چطور بود رویهشان همراهتان؟ روزای اول یک رقم رویه میکرد و فکر میکرد که ما اطرافیستیم، هیچ چیزه نمیفهمیم. وقتی که فهمیدم که ما لایق هستیم و درس میخونیم و حتی تا اول نمرگی خود در رسانده میتونیم، باز رویهشان کمک تغییر کرد. آخر روزایی رسید که از ما نقل میخواست. خب روزای اول زیاد چی میگرفت، خود فاصله میگرفت و ما امو سنفی هایی که از اطراف آمده بودن با اونا زیاد چی داشتم، صمیمیت داشتم در روزای اول، راستش که بگویم. و باز پسانتر که هم دری را یاد گرفتم و هم در همراه هم سنفی های دیگه زیاد یعنی شناخت پیدا کردیم، بسیار صمیمی شدیم با همه ایشان.
خو خو با همشان صمیمی شدین و فضا خوب بود دیگه، فضای دوستانه و صمیمانه بود. فضای صمیمانه و دوستانه بود، حتی با استادا بسیار استادای شریف داشتیم، استادای لایق داشتیم و بسیار صمیمانه با ما برخورد میکرد. در روزهای اول که ما آمدیم پوانتون، کسایی که حتی بعضی مسائل پوانتون نمیفهمید که چی رقم بیایه و دریشی از کجا بخره و چی کنه، حتی استادا با ما کمک کرد. خب که برین از کجا از کجا بگیر کجا ارزان است، کجا ارزان است. ارزان خو هیچ ما پیدا کرده نمیتونستیم، چون از اطراف آمده بود. دکاندارم سر ما میرسه، دکاندار هم میفهمید که از اطراف آمده، نمیفته که بیا که خب بار یک نیم چند و دو چند قیمت بفروشید. سمستری دو سه با شما در جان دکاندار میزدید. خیر احتیاط میکردیم که در جان ما نزد در او خو نمیشه. بسیار خوب، بسیار خوب. میگن کسانی که در بانک کار میکنه پولهای بسیار گزاف پیشرویشان رد و بدل میشه، درست است؟ رد و بدل میشه اما به ما نمیده. و شما نمیرسه. او از مردم است. از مردم است. از مردم است. وضعیت جیب خودتان چطور است؟ وضعیت جیب مامور هیچ وقت پر نمیشه. چرا؟ چون معاش دولتی به اون سطح نیست که جیب آدم پر کنه. تو مامورا را میشناسم یا میشناختم در سابقه در گذشته که از رئیس و از موین که در جیبش بسیار خوب چرب و پر بوده، یا رایش برتشان با ما رایش معلوم نیست. خب اگر ما برتانشان بتیم چی نه؟ خب همه چیزی که حق ماست دور دولت میتن بس است. چطور است؟ معاشاتان خوب است در حال از؟ معاشات دولتی است. و یک روز از ما یک دوست ما پرسان کرد، گفت ماشید چطور است؟ گفتم تا 20 ما میرسانه، او قدر است که مرا تا 20 امی ما میرسانه. بعد از 20 یعنی در روز ما باید قرضدار باشم و ماشید دیگه که رسید او را به دکاندار بتون 20 روزی دیگه گزاره میکنه، در روز باید به قرض بچلیم. خوش شکر خداست. خب خیر، دل ما برتان سخت. بعد از وقفت من راه های را نشان میتیم که در روز قرضدار نبانین. انشالله که ما چی کنم، پس انداز کنم از امی بیست روز. اونو باست ما برتان میگیم. وقفه داریم ایزایم. بعد از وقفه دوباره زود بر میگردیم. جای دیگه نره. جناب نوری صاحب قصه دیگه هم امرای خدا آورده با ما شما شریک میکنه. با تمام ناچاری ها و با تمام مشکلات، با تمام جنجال هایی که وجود داره، زندگی را باید زندگی کرد. بیاییم که از لحظه لحظه زندگی خود لذت ببریم و مشکلات خاص همیشه است. و یک تشکری خاص دارم از اپی ماسیف انرژی درینک، انرژی برای تغییر. حتما بنوشید و لذت ببرید. اگر میخواین انرژی در شما جادو کنه، اپی ماسیف انرژی درینک انتخاب کنین. و بفرمایید شما هم جناب است. شکر. ما خیلی یک شب مینوشم، واقعا میخوایم که دمه تغییر ایجاد کنه. ما هم ببینیم. نوش جانتان، شما میتونین این کار کنین. خب چی مدت زمان میشه که در بانک دوانستان بانک به صفت سخنگو کار میکنید؟ تقریبا یک سال میشه که من حیث سخنگوی بانک کار میکنم. در کل چقدر وقت میشه که به دولت کار میکنین؟ مامور دولت هستید؟ مامور دولت 4 سال میشه که 4 سال تکمیل شد. 4 سال ده. تکمیل شد و یک سال میشه به صفت سخنگو کار میکنید. خب بیاین که روی موضوعات پلیس صحبت کنیم، بعدش آیستا آیستا پس دوباره روی موضوعات شخصیتان خواهد پرداختیم. شما را چطور به صفت سخنگو در دوانستان بانک استخدام کردن و گماشته شدید؟ آیا روابط قبلی با افراد کلیدی داشتید؟ یعنی این صادقانه بگیم. صادقانه بگیم. آنچه که صادقانه میگم. آه بفرمایید. صادقانه میگم. من روابط نه، بلکه همو مسلک ما را رسانده. این مسلک خو ما هم دارم. این مسلک خو 4 همکار دیگه ما که در این مسلک در این تلویزیون یک وقت شاید خبر چی گزارشگر بودی، حالا آمدی برنامه های بسیار بالا را پیش میبری. خب با اول که آمدم در بانک من حیث خبرنگار بانک، که در اونجا ما یک مجله داریم و
خبرهای روزانه داریم که او را می ساختیم، در اونجا کار میکردم. باز با آمدن امارت اسلامی من حیث مدیر نشرات این بانک تعیین شدم و یک سال بعد سخنگوی ما استعفا داد و من حیث سخنگوی این بانک مقرر شدم. در زمانی که شما خبرنگار بانک بودید، هم با می ظاهر که در حال حاضر آمدید به برنامه سراچه پیش می بردید کارتان را یا نه تغییر میکرد؟ نه تغییر میکرد. در وقت مو ساختار دفتر طوری بود که باید ما دریشی بپوشیم و دریشی را او ضرور بود. کسایی که خصوصا در ریاست دفتر کار میکرد او باید میپوشید و در مجالس و جلسات رسمی که ظاهر میشد باید با دریشی ظاهر میشد. خب یعنی تجربه پوشیدن دریشی با نکتایی موضوعات هم دارید دیگه در کل؟ نکتایی خونه داریم اما زیاد نمیزدیم، من عادی دریشی عادی را چی میکردیم؟ دریشی عادی را برتن میکردید. بسیار خوب. در مورد پول و پیسه صحبت کنیم، به خاطر که پیسه ما فرسوده شده، چیگونه باید پول نگهداری کنیم که پول فرسوده نشه، کهنه نشه، ناچل نشه و بتانیم او را درست استفاده کنیم؟ جناب تشکر. رامکی صاحبی، یک سوال بسیار مهم است و مردم عزیز ما باید بدانه که پول ما هویت ماست و حفظ و نگهداشت آن یک مسئولیت ملی است و همه ما باید در این مسئولیت ملی سهیم باشیم تا توانسته باشیم که در اقتصاد کشور کمک کنیم. حداقل هموطنان عزیز ما که پول با خود انتقال میده و یا پول با خود دارن از یک بکسک جیبی استفاده کنند تا زودتر از موعود معینه که بانک های مرکزی برایشان تعیین میکنه از او مندرس نگردد. متاسفانه در کشور عزیز ما پول مردم عزیز ما قسمی که لازم است و قسم نگهداری نمیکنند، با دستهای تر، چرب و یا هم دستهای که چی میکنه؟ با مشت خود میگیرندش. بیشتری کار خانمهای بسیار گرامی و عزیز کار انجام میکنه. بله، اونا این کار زیاد تکرار میکنه. اگرچه بسیار پیام ها، این شما هم یک پیام داشتید، باید بفهمه که این هویت ماست و نباید ایتو برخورد با او صورت بگیرد. ما تقاضای ما ای است که حداقل یک بکسک جیبی با او بخره و بانکنوت های خود خوب نگهداری کند. شمایی که در بانک کار میکنید و شمایی که در حال حاضر سخنگوی دوانستان بانک هستین، شما چیگونه پول که در امی لحظه در جیبتان است نگهداری کردید؟ میخوایم ببینم که واقعا شما بکسک جیبی دارید؟ بله ما بکسک جیبی دارم و از هموطنان عزیز خود هم تقاضا مندم. خب مردم کاش نداشتید. خوشبختانه که دارم. خب اینا در بکسک جیبی علاوه از او که پیسای خود خوب نگهداری میکنیم، اینا پیسا هم دوستان از اون بانک نوت های بسیار جدید دارن. ما و شما اینا ما خوب نگهداریش کردیم، تو نو مانده. خب اگر نه بانک نوت های کهنه هم دارم، او را هم اینا دایی همو تو به شکل درستش نگهداری کردیم. چقدر خوب است و هموطنان ما باید متوجه باشن به این شکل اگر نگهداری کنن، یک بکسک شاید 200 دوانی بالاتر قیمت نداشته باشه، یک بکسک مناسب که بتانه او را در جیب خود نگهداری کنن. ای خو بر خودشان هم خوب است، سلیقه خود افراد هم نشان میده در قسمت نگهداری پول. این پولایی که کهنه شده، فرسوده شده و قابل استفاده نیست، چند نوش شما نشان داده دوانستان بانک. ای کاش همراهتان می آوردید کال، باز هم همراه دوستا شریک میکردیم. مراحلش چیگونه است که پولا را به شما برسانن تا از شما بانک نوتای جدید بگیرن؟ بله بسیار یک سوال خوب است. ما یک ماه پیش بسیار ببخشید همکار ما میگه وقفه بگیر، پس از وقفه باز دوباره برمیگردیم. وقفه را میبینیم عزیزایم، پس از وقفه دوباره برمیگردیم. حتما در مورد بانک نوت جدید، پولایی که کهنه شده شما نستان دارین، میخواین تغییرش بدین، تبدیلش کنین، همراه جناب نوری صاحب صحبت خواهد کردیم. ایمان خوش آمدین باز هم عزیزایم. تشکر میکنم از
آب میوه 100% طبیعی نتروسی که با دمای مختلف به بازار آمده، اگر یک بار شما نوش جان کنید، ما مطمئن استم که همیشه استفاده خواهد کردید، همیشه نوش جان خواهد کردید. نتروسی یک جوس واقعی. تشکر میکنم ایشان. خب جناب نوری صاحب، روی بانک نوتایی که جدید است کجا است؟ آیا در دسترس مردم قرار میگیره و این کهنه را چطور میتونن تبدیل کنن؟ تشکر رامکی صاحب. یک ماه پیش ما پروسه تعویض بانک نوت های مندرس به جدید آغاز نمودیم. این پروسه نظر به تقاضای بازار و با در نظر داشته سیاست های معقول پولی پیش میره. یک ماه پیش ما دهی و بیستی را تعویضش آغاز نمودیم. این پروسه تقریبا یک ماه وقت داشت که هموطنان عزیز ما که بانکنوت های مندرس 10 و 20 افغانی داشت با مراجعه به بانک های تجارتی و نمایندگی های افغانستان بانک در سرتاسر کشور می توانست که آن را ببره و تعویض کند. خوشبختانه این پروسه موفقانه تکمیل شد که مجددا انشاءالله که پروسه تعویض بانکنوت های دیگه هم آغاز می شد. مندرس به این معنا که ما وقتی که مندرس میگیم او را از چلش میکشیم، جمع میکنیم، ناچل میشه دیگه، میبریم و میسوزانیم. خب میسوزانیم، آبیخی از بین میره و از گردش میکشیم. انشاءالله که به زودی در کشور عزیز ما ای اثرات ای پولهای نو دیده خواهد شد و دید ما دیدم یک دو سه جای ما هم دیدم. آینه دو جای دیدم. حد اقل یک شاهدم که یافتم ای کلان گپ است. یک بیستی یک ایدی دادن در یکی از خانه و نمور گرفتم دیدم که بیخی جدید است و انشالله این پروسه یک پروسه نرم است. تاثیراتش به زودی هویدا نمیشه، یعنی معلوم نمیشه. آیسته آیسته این تاثیرات خود داره. خب این پولا را چی رقم گرفتید و چی رقم دادید؟ یعنی اگر یک فرد 2000 افغانی آورد پس 2000 افغانی؟ بله بله، عین انوایه، عین انوایه. وقتی که پولهای مندرس 10 افغانی را میانه تا 10000 افغانی یا در یک روز تا 10000 افغانی میتونست که را تعویض کنه. باز روزی دیگه هم اگر 10000 یا کمتر یا زیادتر از او می آورد میتونست که تعویض کنه. این 10000 لیمیت به خاطر مدیریت برنامه انتخاب شده بود که پروسه خوبتر مدیریت شود. وقتی که هموطنان عزیز ما به بانک ها مراجعه می کند، اگر بانک های مندرس 10 افغانی داشته باشد، در مقابلش بانک نوت های 10 افغانی بدون کدام فیس و کمیشن داده میشه. دی عرصه هیچ کس نباید کمیشن بده و نه هم فیس به کسی بده. اگر 10 میته 10 باید بده و اگر 20 میته 20 باید داده شود. بسیار عالی. مگر ما یک دکاندارک داریم در پیش کوچه ما، شکایت کرد، در دل خود همراه ما شریک کرد، گفت 2000 افغانی پول فرسوده داشتم، میخواستم که پول جدید بگیرم. گفت قدر این پروسه طویل بود، قدر پروسه جنجالی بود که من منصرف شدم از این کار خود. گفتم چطور؟ گفت جواز دکان ما میخواستن، گفت پول از کجا کردی؟ پول چطور در دسترس تو قرار گرفته؟ ایرا رای درآمد شه بر ما بگو. 2000 افغانی را گفت. بالاخره من گفتم که بیادر، مرا تیر از این پول، من این پول خودم میبرم میسوزانم، امتحان شه به گردن خود میگیرم، من موقع جنجال پشت نمیگردم. راستی چقدر پروسه شما جنجالی؟ پروسه خیلی آسان است. کسی که مثلا 10000 افغانی پول مندرس با کهنه، باید هموطنان عزیز ما بدانه که فرق بین مندرس کاش و کهنه. کاش که می آوردم نشان، اما در هر نمایندگی که هموطنان عزیز ما مراجعه میکنه، در اونجا ما پوسترها را نصب کردیم، در اون بانکنوت های کهنه جمع مندرس. کهنه در حساب چلش است، کهنه در بازار میچله. مندرس وقتی که گپ از یاداوری از مندرس میکنیم، او از چلش میبره. بعضی اوقات مشکلی که به هموطنان عزیز ما جور میشه، این کهنه و مندرس یک جای میکنه و میبره به بانک. بانک وقتی که تفکیک میکنه که این مندرس است و این کهنه است، این قابل چالش است یا قابل چالش نیست، او یک نوع به هموطنان عزیز ما چی مشکل معلوم میشه که این پروسه کلا. یعنی همین کهنه را نمیتونن که جدید بگیرن؟ نه، کهنه قابل چالش است و هموطنان عزیز ما ده هیچ
در این بخش هیچ مشکلات اجتماعی باید به وجود نبیاید و هموطنان عزیز میتواند که با دکاندار ببره، با دکرایه بته و در هر جای بته. فقط مندرس نوعیتش معلوم است، شرایطی که مندرس پوره کرده باشه او بانک ها میگیره. خیلی یعنی جواز هم نیاز نیست که نفر خیلی جواز خیلی دکان آسان است. اگر جواز هم نباشه، جواز خوبی خیلی یعنی جواز شما نیاز میدانید؟ نه جواز ضرور نیست. فقط اگر تذکیره لازم ببینه بانک در طرز عمل داخلیش اگر ایجاب میکنه باید ببره. خیلی نمیدانم دکاندار کوچه ما چرا شکایت کرد؟ نه تا 10,000 هیچ مشکل نیست و بالاتر از 10,000 اگر میبره مقابلش بانکروت های یعنی قابل چلش داده میشه. نو داده نمیشه، تا 10,000 ما نو میتیم یا بانک های تجارتی نو میتن. از 10,000 که بالا شد در یک روز باز در مقابلش اگر ازاری خواست ازاری میته، اگر پنجصدی خواست پنجصدی میته، اگر صدی خواست پیسای دیگه میته. بسیار خوب، بیاین کم از پول دور بریم پس دوباره میایم. این پول قدر چیز شیرین است که هر قدر میخوای دور بری خودش طرف جلب میکنه، کشت میکنه که نبیاد در دماغت ما گپ بزن که کل زندگی، کل روال زندگی روی از این پول میچرخه. از فامیلتان قصه کنید، در حال حاضر فامیلتان کجا زندگی میکنه، چند نفر هستین در فامیل، ازدواج کردین نکردین؟ فامیل ما پدرم دکتر است، مادرم خانم خانه است، 6 برادر و 4 خواهر هستیم. البته 6 خواهر دارم. هستم نه دارم 4 خواهر 6 برادر دارم. آکی گفتم سرچپه نشه آکی 4 و 6 چی نشه. همشیرایم همیش رفته پشت نصیب خود. خواهم آمد تو خیلی خارج رفتن. نه در افغانستان بخت خود رفتن. خوشبخت باشن سلامت. و 6 برادر هستیم، همه ما پوانتون خلاص کردیم، تحصیلات عالی داریم. دو برادرم از پلی‌تکنیک فارغ شده، نام خدا، یکی هم از انجینری آلیست و دیگه هم حقوق خونده، دیگه هم فارمسی خونده، خودم ژورنالیسم. جدا نیستیم اما جدا زندگی میکنیم، با پدر و مادر هستیم. فقط همی کسایی که عروسی کرده جدا زندگی میکنه و کسایی که نکرده او همراه پدر و مادر. ما و دو یک برادرم با پدر و مادر خود هستیم. خب حتما جدا نیستید اما جدا زندگی میکنید. جدا زندگی میکنیم، فقط همه بیروبار کم شود. بیروبار کم شود. بسیار خوب، وقفه میگیریم عزیزان. پس از دیدن وقفه جدا نیستیم و جدا زندگی میکنیم. خواهد برخواهدیم رویش که چرا جدا نیستید و جدا زندگی میکنید. وقفه. خوش آمدین هموطنانم، یک سلام مجدد دارم به دوستا و نازنینایی که جدیدن همراه ما یک جا شدند و سراچر تماشا میکنن. یک تشکری خاص داریم از اپی ماسیف انرژی درینک، انرژی برای تغییر. حتما بنوشید و لذت برید، انرژی که در شما جادو میکنه. دقیقا ما میکشوب مینوشم. تشکر میکنیم ازشان. در جای خانم که از قدم زدن لذت میبرین و تنها بودن دوست دارید، درست است؟ بله این کار روزانه ایم است. وقتی که از دفتر به خانه میرسم ما یک وضو میگیرم و چای میخورم، پس میبرایم و طرف بازار میرم پیاده. چقدر خوب کارای امروز ها. از این طرفی که بازار میرم یک مرور میکنم که چی کردم امروز و کارهایی که باید فردا انجام بدم پلان میکنم که فردا چی کارها را باید انجام بدم. و این بسیار لذت بخش به ما تمام شده. در بسیار مسائل امرای ما کمک کرده. حتی از مشکلات بسیار کلان مرا کشیده. تانستم که کارهای چند روز در یک روز تمام کنم. این سبب شده. و این یگانه علت است که با تنها قدم زدن ما علاقه گرفتیم و یک چیز مورد علاقه ایم است. حتی کسایی که بسیار دوستای صمیمی ایم است در این وقت که پیش روی ما بیه یک سلام میتم، من میگم که من یک کار دارم. او امرای من میگم من میرم امرای پس میایم، من میگم که نه من کار دارم. میگم که همی پلان ما خراب نشه و همی چورت که میزنم
ده ای کدام مشکل نبیایه، سکتگی ایجاد نشه، سکتگی ایجاد نشه. میرم از بازار اگه چیز کار داشته باشم او را میگیرم و پس میایم خانه. این بسیار لذت بخش است برام. حتی در... بعضی روزایی شده که ما مشکلات بسیار کلانه که با او مواجه شدیم و یا هم چیزی که برای مسخ تمام میشه، او میرم در تنهایی، خانه ما نزدیک قرغه است، در اونجا میشینم و آرام چرت میزنم و رای حل پیدا میکنم. حتما در چرتتان یا در خیال بافی هایی که همراه خود دارین در مورد آینده های خودم فکر کردین، خود در آینده در کجا میبینین جناب نوری صاحب؟ یعنی زندگی همیشه باید در پیشرفت باشه، با یک در یک جایی که رسیده ما باید اکتفا نکنه، ما باید علاقه ای را داشته باشیم که اگر تا اینجا رسیدیم یک جای بالاتر را انتخاب کنیم. خب سعیز دیگه خواهنه گفتید خبرنگار بودید در افغانستان، بله بله کال سخنگوست دیگه، بله بله. چی میخواهید؟ نه نه در مورد خود نمیگم، در مورد همه میگم که باید اکتفا نکنیم. مثلا پیشرفته ترین کشور جهان شدیم، باید بالاتر شویم، دیگه هم بالا بریم، در دمی جایی که هستیم دهی نمانیم، باید در همه عرصه کوشش کنیم و تلاش ما ای باشه که پیشرفت داشته باشیم، یک جای انتخاب نکنیم، همی هدفی که تعیین کردیم باید خیلی بالاتر باشه، ولی در یک جایگاهی که رسیدیم ای باید زیرش باشه، به یک هدفی که رسیدیم ای باید بنایش باشه، هر روز باید بنایش باشه و خدا براسنیم با بالاترین جاها. بسیار خوب. شما در گذشته ها هم کار کردید، گفتید در ریاست دفتر افغانستان بانک چیز بودید، خبرنگار بودید و حالا هم که سخنگو هستین. با دو رئیس کار کردید، رئیس دوران جمهوریت و رئیس فعلی افغانستان بانک، کدام شما مدیر خوب پیدا کردین؟ من یک جای خواندم میگه یک اداره ای که کار کردی باز از اینجا که رفتی در اداره دیگه، در اونجا نگو که او اداره خوب نبود. خب چقدر خوبش خواندین باور کن. من در یک جای خواندم و حال در ذهنم آمد، این سوال تانه که شنیدم، سوال تانه که کردین دیگه در یادم آمد، رئیس قبلی هم مدیر خوب بود و رئیسی که با آمدن امارت اسلامی آمد بهترتر بود، از خاطری که از آمر گرفته تا از مامور گرفته تا مادون، از آمر تا با همه ارتباط خوب داشت، صدای هر کس همی شنید. در اون وقت یک مشکلی بود که مثلا رئیس خود کمک بالاتر می دید، اگرچه باید می بود، اما صدای یک مامور پایین رتبه را زیاد نمی شنید. بسیار خوب. تا حال کجا سفر کردین؟ سفر بیرون از افغانستان داشتین؟ مشخصا پاکستان، ایران، ازبکستان، تاجکستان، کشورهای همسایه؟ پاکستان و ایران نرفتیم، ایران رفتیم، ایران یک جای دیگه ما سفر داشتم، در ایران یک نشست داشتیم. خب باز بعد از اون امارات داشت؟ امارات. خب امارات. امارات او یک چی یادم آمد، یک خاطره یادم آمد که در اداره قبلی یک چاپه ما میگیم، سر خانه ما چاپه آمد و دو برادر ما بندی شد. خب در او چاپه بندی شد، ما از ترسی که ما را نگیره، ما امو قصر باز جریانش را قصه میکنم، اتمن اتمن مستهیم، ما از ترسی ازی که ما را گرفتار نکنه و در چیز ناق بندمانو، ما رفتم امارات. در وقت همی ویزه گرفتن و چیزها خیلی آسان بود، رفتم یک ماه در اونجا سفری کردم، بعد از اینکه وضعیت آرام شد آمدم پس خانه. دو برادرم با گرفتن دیگه بندی شدن، شب چاپه شد، ما در مسجد بودم پیش مولای صاحب درس میخوندیم، هدایه را تدریس میکرد، با ما بسیار بالاقمندی میرفتیم و در اونجا هم نماز میخوندیم، نماز شام و باز میماندیم در اونجا تدریس میشد. یک نفر آمد مسجد، در همی بغل مسجد کوچه خانه ما بود، گفت از امنیت کسایی آمده و چاپه است. من هیچ در فکرم نامد که اول خود ترسیدم که در مسجد نبیای و ما را نبره. خب از اینجا که رفت گفت دایمی کوچه داخل شدن، من بی غم ششتم دیگه، درس خود خون تا ده بجه بند بودیم، ده شب
ده بجه این نفرها رفت، ما که خانه رفتم که دروازه باز است، همون هیچ کس نیست. والا ترسیدم، گفتم شاید کدام پسه شده باشه. خانه که رفتم، پدرم ده می بیرون ششته، گفت برادرای ته برد. گفتم کی؟ گفتم من یه تامتی تو قصه بود. خانه که داخل شدم که کلی چیز در مابین خانه افتیدگی است و چی است؟ خب خیر، صبح شد، پرسان میکنیم، دو روز خب بخی گم بودن. دو روز بعد ما رفتم به ریاست نواد، در اینجا که پرسان کردم، گفتم بود دو برادر ما آورده و انجینیر، به نام انجینیرها مشهور بودن در اینجا که آورده بود. گفتم او انجینیرها را میگه؟ گفتا در مخابره صدا کرد، گفتی رم گرفتار کنه. گفتم برادر چی گپ است؟ ما چی کرده؟ او چی کرده یا ما چی کردیم؟ چرا گرفتار میکنه؟ خب با یک رقم خدا خلاص کردم رفتم. یک چند روز بعد یک برادر ما از بند رها شد و یک ماند تا یک شش ماه بازبندی بود. و ما از ترسی که ما را باز گرفتار نکنه و چین امی قصه را که شنیدم که ایرم گرفتار کنه دیگه ترسیدم. رفتم در اونجا یک ماه گذشت، بعد از یک ماه پس آمدم وطن. حتما قصه خاط کردیم، بسیار بسیار موضوع جالب یاد کردین. خوب شد که یادتان آمد که سری موضوع پردازیم. وقفه را میگیریم، پس از دیدن وقفه بخش پایانی برنامه را فراموش نکنین، با ما باشین. تازه نوری صاحب قصه خود را شروع کرده. بخش آخر برنامه و یک تشکری خاص و ویژه از نتروسی، جوس طبیعی 100% نتروسی با طعم‌های مختلف به بازار آمده. اگر یک بار امتحان کنین، من مطمئن هستم که بار بار نوش جان میکنین. نتروسی یک جوس واقعی. تشکر میکنیم از ایشان. خب نوری صاحب، انال قصه ما خودت شروع میشه. شما یا برادرانتان قبلا هم با اعضای کلیدی امارت اسلامی یا کسان در تماس بودن، ارتباطات داشتن؟ البته برادر ما در ارتباط بود که اداره قبلی یک واکنش نشان داد و او را گرفتار کرد و بندی ساخت. خود یک چیه شک بود، در شک برد، آخر در اونجا به زور بود یا برعزا بود، چیزایی را در تحقیق گفت که باید دیگه چیزایی را گفته بودن و سبب شد که بندی شد. خب بعدش آل برادرانتون چی کار میکنن در حال حاضر؟ در اون وقت هم انجینیر بودن، در حال حاضر هم انجینیر است. خب با شرکت ها کار میکنن. ورزش مبارزات آزاده گفتید دوست دارید، تا حالا ورزش هم انجام دادید؟ بله، ورزش های انفرادی را خوش دارم و علاقمند هستم، تا او سرحدی که به صحت ما فایده داشته باشه و اینکه دا مسابقات خود برسانم نه. خب والیبال هم خوش دارم. بسیار خوب. امی ارزش پول ما در بازارها دقیقا مدت زیاد میشه که ثابت نگه داشته شده. چطوری کار تانسته امارت اسلامی یا مشخصا افغانستان بانک انجام بده که ارزش پول ثابت باشه و تغییر نکنه؟ مدت زیاد میشه که تغییر نکنه؟ بله مدت زیاد است و این یک دستاورد بسیار کلان برای افغانستان و در کل به افغانستان بانک است. افغانستان بانک با تطبیق سیاست های معقول پولی توانست که ارزش پول افغانی را در مقابل اسعار خارجی نسبت به هر وقتی دیگر خوبتر ثابت نگه دارد و ای بتواند که در بازارها قیم سبب کاهش قیم شود که یک دستاورد بسیار کلان است و به مردم عزیز ما مفادش میرد. وقتی که قیم پایین میاد، مردم عزیز ما قدرت خریدش بالا میره. یکی تطبیق سیاست های معقول پولی، آغاز بعضی پروژه های ملی و بین المللی، افزایش صادرات، با وجود آمدن شفافیت و همچنان کم شدن مصارف اضافی دولتی، این همه عواملی است که ما توانستیم که پول افغانی در مقابل اسعار خارجی ثبات خوبتری داشته باشد. رامکی صاحب، شما شاید در جریان باشید که در سال گذشته یا با آغاز سال در پایان سال 2020 یک سروی صورت گرفت که افغانی در نو بهترین واحدهای پولی جهان آمد
که برای افغانستان خصوصا برای امارت اسلامی یک دستاورد بسیار کلان است. خب بسیار خوب، انشاءالله از دستاوردها داشته باشین تا مردم افغانستان بتانند که همیشه دستاوردهایتان را ببینند و برشان قابل چشمگیر باشه این دستاوردها. در گذشته ها شخصی که میخواست یک صرافی داشته باشه بسیار به سادگی میتونست یک جواز بگیره، صرافی باز کنه و کار روزمره خود انجام بده، اونقدر جدی نمیگرفتن در افغانستان بانک مشخصا. حالا بسیار جدی گرفتید شما و یک کسی اگر صرافی داشته باشه یک پول بسیار گزاف و باید نزد شما ضمانت بگذاره، بعدش هم صراف نمیتونه مثلا که صرافی های خرد داشته باشه، صراف باید صرافی کلان، یک دکان کلان داشته باشه، یک جای کلان داشته باشه و با پول بسیار گزاف کار خود را آغاز کنه، سرمایه گذاری بسیار گزاف کنه. یک زمان اینمی سرمایه گذاری را کسی اگر میخواست یک بانک میتونست داشته باشه، یک بانک نسبتا کوچک، اما حالا صرافی یک پول گزاف نیاز داره. چرا اعمال سختگیرانه در قسمت ایجاد صرافی شما داشته دارین؟ دی افغانستان بانک برای مکانیزه شدن فعالیت های صرافی ها و شرکت های خدمات پولی این پروسه را آغاز نموده و جواز باید شرکتی بگیره. وقتی که یک صراف میخواید که صرافی کنه باید جواز شرکتی داشته باشه، از خاطر که ما سر همه آنها چی داشته باشیم خوبتر نظارت کرده بتونیم. اگر انفرادی باشه مثلا 200 هزار صراف است، 200 هزار صراف هر ماه، هر صراف روزانه اگر 100 معامله را انجام بده که میشه 2 میلیون معامله یا بیشتر از آن، ما نمیتونیم که او را خوبتر نظارت کنیم، مدیریت کنیم. و همچنان معیارهای بین المللی باید ایجاب میکنه که ما باید این شرکت ها را بسازیم. معیارات بین المللی وقتی که یادآوری میشه، حال جهان من حیث گلوبال ویلیج تبدیل شده. ما باید وقتی که ما خود شامل قریه میدانیم و یا خود شامل قریه میسازیم باید امون معیارات پوره کنیم. باز جهان با ما تعامل میکنه. این خواستهای بسیار معقول در افغانستان بانک است که باید صراف ها انجام بده و بیاید افغانستان بانک، دروازه های در افغانستان بانک به همه آنها باز است بدون قید و شرط. چیزی که در شرایط برایشان وضع شده او را پوره کنه و ما جواز برایشان میدیم. برای اولین بار میخواید رساله سواد مالی را در نصاب تعلیمی بگنجانید. فکر میکنید این کار نیاز مبرم باشه؟ مردم نان خوردن نداره، شما میایید رساله سواد مالی را در نصاب تعلیمی میگنجانید؟ رامکی صاحب، ای برای اعتماد سازی به نظام مالی و بانکی خیلی خوب است. اکثریت کشورهای جهانی را داره. در سنفای اکثریت کشورهای جهان نان خوردن هم داره. بله داره. جهان داره. ما وضعیت خوب ما هم داریم. داره. انشالله که بزودی به کشور خواهند رسید. فضای مرفه و فضای خوب زندگی کنند. امی پایایی است که ما برای یک کشور مرفه تهداب گذاری میکنیم. وقتی که ما به یک شاگرد مکتب ایر تفهیم کنیم که پسنداز چیست؟ مالیات چیست؟ بانک چیست؟ پیسه چیست؟ این تهداب یک کشور با ثبات اقتصادی است. ما این تهداب حال سنگ بنایش است. این را داخل نصاب مکتب می سازیم و این در تاریخ افغانستان اولین بار است. سریع این رساله کار شده، چندین وزارت مشترکاً با افغانستان بانک کار کرده و انشاءالله که بزودی با تفاهم با وزارت معارف، چندین جلسه صورت گرفته وارد داخل نصاب تعلیمی خواهد شد. بخیر باشین، تشکر، موفق باشین جناب نوری صاحب در کارهایتان. خوشحال شدم که شما رو دیدم و این یک کار خیلی خوب خواهد شد که خبرنگاران ما، آدم های باسواده که در امور رشته یا در اون بخش تجربه دارن، بیاین در اون موقفا قرار بگیرن. فکر میکنم که به
نفع تمام مردم افغانستان. سپاسگزارتان که آمدین. بخیر باشید. تشکر. تشکر از شما خوبانی که امشب هم برنامه ما رو تماشا کردین. تا برنامه بعد که بازم حضور شما میاییم، تک تک شما را به خداوند یکتا و مهربان مسپارم. خوش و خندان باشین، در کنار فامیل باشین، آرام باشین، خوشخوی باشین و سلامت و صحت داشته باشین. خدا نگهدارتان. تشکر جناب.